امیدوارم که هر جا که هستید دلهاتون شاد و لبهاتون پر از خنده باشه. در این بسته آموزشی قصد دارم که در رابطه با اعتماد به نفس، اصول خودشناسی، اعتماد به نفس و در واقع خودباوری خدمت شما عزیزان دروسی رو ارائه بدم که قطعاً بررسی و دنبال کردن این دروس میتونه باعث انجام یک سری بهبودی ها در زندگی همه ما بشه دوستان، و اینها هم در واقع دروسی هستند که نتیجه مطالعه و تجربیات شخصی بنده هستند که دوست دارم اونها رو در اختیار همه شما عزیزان قرار بدم، و مطمئن باشید که اصولی که قراره در این آموزش ها خدمت شما عزیزان ارائه بشه همگی اصولی هستند که در واقع مشترک هستند بین زندگی ما انسان ها، و همه ما با بکار بستن این اصول، با توجه به این اصول و رعایت کردن اونها قطعا میتونیم زندگی بهتر و شیرین تری داشته باشیم. اما دوستان این اصول چی هستند و چرا برای همه ما مشترک هستند؟ خب اجازه بدید از اینجا شروع کنم دوستان. ببینید در واقع احساسات کلی و ریشه افکار و احساسات در به طور کلی در سیستم وجودی انسان ها یکسان هست. همونطور که همه ما در هوای سرد از سرما رنج میبریم و اذیت میشیم، و همینطور در هوای خیلی گرم از گرما در واقع از شدت گرما اذیت میشیم، و همونطور که اگر مثلا یک سوزن در دست ما بره احساس درد میکنیم، دوستان میدونید که تقریبا خیلی چیزها هستن که میتونن باعث شادی ما بشن، میتونن در واقع روح و روان ما رو جلا بدن. مثلا همه انسان ها به طور نرمال از موسیقی لذت میبرن، و یک نوع موسیقی خاص میتونه در واقع یک حرکات خاصی رو در افراد مختلف در واقع تحریک بکنه، و مثلا یک موسیقی هست که غم انگیز هست و همه رو میتونه در واقع ناراحت بکنه، یک موسیقی شاد هست و میتونه همه رو به رقص در بیاره. و دوستان از اینجا ریشه و اون بنیاد اصلی مسائلی که میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم شروع میشه. این مباحث که قراره خدمت شما عزیزان ارائه بدم همه از اینجا نشأت میگیره که وجود ما انسان ها، بنیاد وجودی ما و سیستم کلی وجودی ما انسان ها در واقع یک سیستم همانند و همسان هست. بنابراین خیلی از ما دوستان با رعایت یک سری مسائل میتونیم زندگی خوب و شادی رو داشته باشیم و شاهد پیشرفت باشیم، شاهد بهبودی باشیم، و در واقع تا حد امکان خودمون رو از خیلی از خطرات، از خیلی از در واقع کسالت‌ها، ناراحتی‌ها میتونیم دور نگه داریم. خب قطعاً و بدون شک یکی از اصلی ترین عواملی که میتونه در واقع یک زندگی سرشار از موفقیت، شادی و بهبودی و پیشرفت رو برای ما انسان‌ها برمغان بیاره دوستان، بحث اعتماد به نفس هست که در خودش خیلی صحبت ها رو داره. اما واقعا اعتماد به نفس به چه معنی هست؟ البته خود کلمه اعتماد به نفس، یا بهتر بگم عبارت اعتماد به نفس، یک عبارت کاملا گویا هست و مفهومش در خود این در واقع عبارت نهفته هست. اما دوست دارم که این عبارت رو بیشتر تشریح بکنم دوستان. اعتماد به نفس واقعا به چه معنی هست؟ ببینید دوستان، ما در طول زندگیمون هر کدوم از ما در هر سنی که باشیم، در هر شرایط و اهل هر جایی که باشیم، یک سری تجربیاتی رو داریم، یک ذهنیتی رو از تمام پدیده ها و افراد اطرافمون داریم، یک سری ذهنیت ها هم در رابطه با خودمون داریم، یک سری باورها هم به صورت حالا چه آگاهانه یا چه ناآگاهانه و به صورت ناخودآگاه در رابطه با خودمون کم کم در طی زندگی به دست میاریم. خب اما دوستان
یک مسئله که وجود داره در ادامه باید عرض کنم که در توضیح بیشتر در واقع این مبحث باید عرض کنم که مثلا ما به طور کلی یک دید در رابطه با جنگل داریم، یک دید در رابطه با کوهستان داریم، یک دید در رابطه با گرما، سرما، تابستان. خیلی خوشحال میشم که شما عزیزان رو در کانال ببینم و در واقع ببینم که از مطالب استفاده میکنید. حتما کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. شاد باشید.